یکشنبه شب گزارش شد که یک پسر زیر 15 سال مزنون به تیراندازی در مرکز استاکولم است با آنکه در این تیراندازی به کسی آسیب نرسیده اما به عنوان اقدام به قتل در دست بررسی است پیوند کودکان و نوجوانان با جرایم مسئله جدید نیست اما طی سالها این مسئله تشدید شده است تا جایی که سن قابل مجازات به دلیل ارتکاب جرم یک سال پیش به 15 سال کاهش یافت یعنی قوانین خاص برای جوانان بین 15 تا 17 سال وجود دارد و بر اساس آن نوجوانان نسبت به بزرگسالان مجازات کوتاهتر دریافت می کنند اما افراد زیر 15 سال را نمی توان محکوم به مجازات کرد اردوان خوشنود جرمشناس می گوید مشکل اساسی ضعف در کمک به نوجوانان است که دچار محیط های جرمی شدند مشکلی که امروز در دید من ما داریم این نیست که ما بتونیم این بچه ها و این جوانان رو پیدا بکنیم که کدوم یکی از این جوانان یا کدوم یکی از این افرادی که واقعا بچه منصوب میشن در خطر هستند مشکل ما اینه که بعد از اینکه ما متوجه شدیم که این فرد وارد مشکلاتی شده ما راههای خیلی کمی داریم برای کمک کردن اینها گزارش سازمان پیشگیری از جرایم برو که اواخر اپریل سال جاری منتشر شد نشان می دهد که 19 درصد افرادی که سال 2023 مزنون به ارتکاب جرم بودند نوجوانان بین 15 تا 20 سالند یک گزارش از سال 2022 سازمان پیشگیری از جرایم نشان می دهد که در برخ حوزه های جرمی مشارکت نوجوانان خیلی زیاد است و طور مثال در جرایم مواد مخدر 39 درصد و دوزدی 20 درصد نوجوانان بین 15 تا 20 سالند برنامه های ملی در مقابله با کودکانه که به جرایم جدی کشیده می شوند دچار کم بود است. این موضوع در گزارش سازمان ملی حسابرسی تایید شده است که ماه می به نشر رسید. نتیجه گزارش نشان می دهد که تلاش های دولت به اندازه کافی مؤثر نیست. 90 درصد از کودکانه که در پیوند با جرایم جدی شناسایی شدند در عرض چند سال مزنون به جرایم جدید می شوند. این بررسی همچنین نشان می دهد که کمتر از یک نفر از هر ده کودک که در مراحل بعدی زندگی خود برای جرایم جدی شناسایی شدند موفق به کسب مدرک دانشگاهی می شوند و به این ترتیب از محیط های جرمی فاصله گرفتند. اردوان خوشنود معتقد است که دولت به مسئولیت خود عمل نکرده است. استان و شهرها و کمون که وضعشون خوبه میتونن روی یک سری این نوع مسائل بزهکاری پول خرچ کنند بودجه بگذارند و استانها و کمونهایی که مثلا وضعشون از نظر اقتصادی خوب نیست مسلما نمیتونن همونقدر بودجه در اختیار این نوع مسائل بگذارند و این امروز یک مشکل خیلی اساسی شده در این نظر و برای همینه که این گزارش هم به این مهم اشاره میکنه که ما نیاز به یک هماهنگی ملی داریم یک هماهنگی که فراگیر باشه از شهرها از کمون ها و از استان ها و اینکه همه به یک نوع و به یک شکل بتونن با بزهکاری میان بچه ها و میان جوانان مبارزه کنند. سازمان ملی حسابرسی معتقد است که هماهنگی ملی ردبندی نوجوانان به ذهکار بر اساس تهدیدها خطرات و نیازهای مراقبتی باید مورد بررسی قرار گیرد توصیه دیگر این است که ادارات مربوط باید آموزش های مشترک را در مورد مسئولیت ها و نقش های هر یک از بازیگران در مبارزه علیه جرایم جدی در میان نوجوانان ایجاد کنند. اردوان خوشنود با انتقاد از روش کاری که طی سالها میان ادارات و سازمان ها وجود داشته میگوید این سازمان ها سالها بدون هماهنگی و هر کدام بر اساس تجارب خود با این مسئله کار کردند. عملکردهایی که در این سازمان ها میبینیم که این گزارش هم همین سازمان ها رو زیر ذره بین قرار داده ما میبینیم که عملکردشون بسیار غیر علمی هست و با با مسائل دانشگاه فرق داره و با تحقیقاتی که انجام میشه یکسان نیست اردوان خوشنود جرمشناس بود که صحبت میکرد مسعود قیام رادیوی سویدن